باز هم خوش آمدین. ادامه برنامه ارمغان صبح هست. در بخش اول برنامه مهماندار هستیم. مهمان بخش اول برنامه ما جناب حفیظ الله نیازی، فعال جامعه مدنی با ما هستن و موضوعی که می‌خوایم امروزشون امروز صحبت داشته باشیم، وضعیت کنونی و بحران کنونی در افغانستان است. سلام و صبحتان بخیر جناب نیازی، خوش آمدید. زنده باشین. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و تمام هموطنان عزیز. آرزومند هستم که همه دوستای عزیز یک سو به خوش را آغاز کرده باشه و خیلی خرسند هستم از اینکه کنار شما هست. شما سلامت باشین. شما را باز هم خوش آمدید میگم. بر بیننده ها یادآوری کردم جناب نیازی، موضوعی که میخوایم امروز روی شما صحبت داشته باشیم وضعیت کنونی و بحران کنونی در افغانستان و همچنان نقش جوانان در این عرصه صحبت کنیم. بیرین در اول بگوین از دیدگاه خودتان وضعیت افغانستان و وضعیت فعلیش چگونه بررسی میکنید؟ باید یادآوری بکنیم قسمی که به همگان بهتر روشن است، بهتر واضح هست، از حقیقت نباید چشم پوشی بکنیم. بله. ما فعلا واقعا در یک وضعیت قرار داریم که اصلا تاریخ ما شاهد این وضعیت نبوده. بله. و واقعا یک جای نگرانی هست. اصلا ما باید بگویم که در یک حالت قرار داریم که اصلا ما نمیفهمیم که سرنوشت ما به کجا هست. چون همه چیز به یک وضعیتی رسیده که همه چیز به همه هموطنان ما در حالت مبهم قرار داره. بله. و اصلا سرنوشت کشور و سرنوشت این نفوس افغانستان به هیچ کسی روشن نیست که بالاخره چی تصمیمی در مورد آینده افغانستان، در مورد نفوس افغانستان گرفته میشه. واقعا همه در یک فضای نگرانی به سر میبرن و هیچ موضوعی روشن نیست که بالاخره و ما به کجا میریم و بالاخره سرنوشت ما به کجا میرسه بالاخره. واقعا همگی از این وضعیت فعلا همگی در یک فضای نگرانی به سر میبریم. با اینکه ما شما در شرایط بد امنیتی به سر میبریم، یک واقعا یک بحرانی از قسمی که شما گفتین واقعا بی سابقه است و تاریخ تال شاهد همچون یک بحران در افغانستان نبوده. شما چی فکر میکنین؟ ضعف در کجاست؟ چرا این همه مشکلات، ناامنی، بحران، فقر، بیکاری، تنگدستی یک بارگی در افغانستان آمده؟ ضعف رو شما در کجا فکر میکنین؟ دقیقا ما باید بگونی مختصر یادآوری بکنم که اصلا فضا چنان شده که هم حکومت به گونه ضعیف جلوه داده میشه و هم ملت از حکومت فاصله گرفته. تا زمانی که اگر ما با کشورهای بیرون از افغانستان توجه بکنیم و روی وضعیت دولتی آنها فوکس بکنیم و اونا را تفسیر بکنیم، دقیقا اونجا یک چیزی که مطرح هست در کشورهای بیرونی و امی چیزی است که اونا را حکومتشان تقویت بخشیده، نظامشان باعث پیشرفت قرار داره، که در اون کشورهای بیرون مردمش با حکومت همکار هست و همچنان حکومتش با مردم همکار است. هر دو در یک فضای صمیمیت پیش میرن. ولی بدبختانه یگانه چیزی که افغانستان به این سرنوشت کشان، بالاخره باید یادآوری بکنیم که احزاب هست که به چندین دسته تقسیم شده. بله. که بدبختانه بگوییم این احزاب اصلا با همدیگه خود روابط صمیمانه نداره. حزب و حزب بازی هست، دقیقا تفرقه بازی هست، سمت و سمت بازی هست. همی باعث شد که بالاخره حکومت ما را ضعیف بسازه و استخبارهای کشورهای بیرونی هم اینجا جاسازی بکنه، از خود نفوذ پیدا بکنه، بالاخره ما را به همچون یک سرنوشت بر قرار داره که واقعا کنترل وضعیت بسیار یک کار دشواره هست. بله. خب این همه بحران شما علت اصلی و اساسیش فقط همین تفرقه بین مردم یا یک پارچگی نیست در بینشون، اتحاد اتفاق نیست فقط همین رو میدونیم؟ دقیقا. تا زمانی که همه ما زیر یک چتر افغان نیستیم و همه ما دست به دست ندهیم، واقعا از این بحران بیرون شدن واقعا یک کار دشواره هست. اگر ما همه به همچو وضعیتی که فعلا قرار داریم اگر همچو ادامه بدیم، واقعا این ملت از هم دیگه پاشیده میشه و پس به مو کابل سابق برمیگردیم، پس به مو جنگ های داخلی که سابق ما شاهد بودیم و جنگ خانه به خانه بود، جنگ ملت به ملت بود، جنگ حزب با حزب بود، سمت به سمت بود، قوم با قوم بود. واقعا اگر ما این وضعیت فعلا کنترل و مدیریت نکنیم، بدون شک ما به همو وضعیت قبلی برمیگردیم. چرا کنترل و مدیریت نمیشه این وضعیت؟ با اینکه خیلی تلاش ها صورت میگیره، ما شاهد از این هستیم، فعلا مذاکرات صلح در قبلا در دوحه بود و فعلا هم در ترکیه جریان داره و میزبانی از این مذاکرات ترکیه به عهده داره. چی فکر میکنین از دیدگاه خودتان نتیجه مثبت خواهد داشت با اینکه مردم افغانستان خیلی مدت ها، گرچه که نزدیک به بیشتر از دو دهه همیشه که منتظر آمدن صلح در افغانستان هستیم، ولی مشاهده آمدن صلح در افغانستان نبودیم، هر
روز شاهد جنگ، خونریزی، ناامنی، بدبختی مردم ما بودیم. از دیدگاه خودتان آیا نتیجه مثبت در پی خواب داشتی مذاکرات یا خیر؟ دقیقا اگر ما واقعا تاریخ جنگ هر کشور را مرور بکنیم و یا فلسفه جنگ هر جبهه را مرور بکنیم، بدون شک که هر جنگ یک پایان داشته. بله. هیچ امکانی نداره اگر می جنگی که 40 سال است در افغانستان تحمیل شده و بالای ما تحمیل شده و ما روزانه از ما قربانی میگیره و بالاخره به هر نحوی ما را تهدید میکنه، هیچ امکانی نداره که یک روز پایان نداشته باشه. هر ماجرا پایان داره، به همین منوال هر جنگ هم یک پایان بالاخره داره. و بالاخره ما باید بگوییم که ما واقعا احساس میشه که ما به پایان جنگ رسیدیم، چون طالبان گروهی بودند که واقعا سالها با حکومت فعلی افغانستان مشکل داشتند و به هزاران بار حکومت فعلی اعلام میکرد که ما آماده مذاکرات هستیم، ولی تیم طالبان اصلا به این موضوع تن نمیداد. ولی خوشبختانه جای خوشبختی هست که از چندین ماه بدین سو این گروه آمده شده و خود به رسانه ها ظاهر کردن که ما آمده صلح به حکومت فعلی افغانستان هست. این تا هنوز مشخص نیست که اونا چی شرط و شرایطی را دارن و کدام شرایط به تیم مذاکره کننده حکومت فعلی افغانستان. گرچه که ما شما شاهد از این بودیم جناب نیازی که قبلا اونا خواستای داشتن از حکومت افغانستان که البته به خواستای اونا لبیک هم گفت حکومت افغانستان، از جمله رها کردن 5000 زندانی بود. این چقدر میتونه که برای آینده افغانستان خطرساز باشه در صورت از اینکه مذاکرات صلح که فعلا جریان داره نتیجه مثبت نداشته باشه؟ دید ما یگانه اشتباهی را که حکومت افغانستان مرتکب شد رهایی زندانی طالبا بود. با دیدگاه من نباید حکومت افغانستان این کار را انجام میداد، چون فعلا همو زندانی های که رها شدن فعلا همراه نیروهای امنیتی ما درگیر هستند. اصلا هیچ تضمین وجود نداشت که 5000 زندانی گروه طالب رها میشه، آیا تضمین وجود داره که اینا پس به خطوط نبر برگرده یا نه؟ ولی متاسفانه که طالبان به این عهدشان وفا نکردن و دوباره رفتن به همو سنگرهای جنگشان و دوباره بالای نیروهای امنیتی درگیر شدن و تا هنوز هم اکثر نیروهای امنیتی ما را قربانی گرفتن و جانهای اونا را گرفتن. و ما باید یادآوری بکنم که اصلا مشکل افغانستان به جایی رسیده که باید حل بشه. اگر گروه طالب ها هم از باید از باز خواسته هایش بالاخره از باز خواسته های خود بگذره و اگر حکومت فعلی افغانستان هم از مجبور از باز خواسته ها و شرایط معقول گروه طالب بپذیره و بالاخره این وضعیتی که فعلا به افغانستان حکم فرما هست و از ما قربانی میگیرن از نیروهای امنیتی، از حتی از گروه طالب، اونا هم بالاخره فرزندای همیز سرزمین هست، به هر نحوی که اونا تحریک شدن بالاخره یک افغان از کشته میشن، یک جوان از کشته میشن. ما نباید جوانای خود از دست بدیم، باید بالای اونا کار شون که حداقل نظام تقویت بده، جامعه ما را از این بدبختی نجات. بله بسیار خوب. خب موضوع را به سمت سیاسی نمیبریم چون برنامه صبح هست، انشاءالله که بیننده هم خسته نشن. فقط یک کوتاه اشاره داشته باشین که در یرسه و جور کردن وضعیت کنونی جوانان چی نقش داره؟ بدون شک اگر ما به تاریخ هم سر بزنیم، جوانان در هر عرصه گذشته هم نقش فعال داشته و همیشه نسل جوان بوده که ما نباید فراموش بکنیم که تاریخ رقم زده. بله. و بدون شک یک نقش دست بالایی را در هر ماجرا میتونه نسل جوان داشته باشه. از تمام جوانای ما خواهشم همی است و چیزی را که ما میخواهیم بگوییم که میتونن هر جوان را انجام بدن، از تفرقه و از تعصب دوری اختیار بکنه و همیشان یک منیجمنت بسیار درستی را داشته باشن و همیشان زیر یک چتر بالاخره گرد هم بیاین و اصلا یک استراتژی را بسازن که همه جوانا با او متهم شوند و بالاخره که بتونه او استراتژی وضعیت فعلی افغانستان به سوی مترقی و به سوی بهبودی سوق بدن، با او پلان گذاری بکنن، با او تلاش بکنن و بالاخره میتونن که وضعیت حداقل کنترل بکنه و جوانان نباید دیگه آلی دست سمت و دست احزاب قرار بگیره و یا رهبرایی که اینا را میفروشن از اینا سو استفاده میکنن. هر جوان خودش باید خود رهبر فکر بکنه که چگونه ما میتوانیم به
کشور خود مؤثر به خانواده خود مؤثر تمام شوی بله. و دیگه خود عالی دست کس قرار نده بالاخره و به بهبودی کشور خود فکر کنه، به بهبودی جامعه خود فکر کنه و حداقل ما هم از کسی کم نیستیم، باید کشورهای دیگه هم با امروز به واقعا به پیشرفت روبرو هستن و اونا هم به بهترین پیشرفت ها اونا نائل شدن و کشور خود آباد کردن. بالاخره ما هم نسل جوان داریم، تحصیل کرده داریم، کادر علمی داریم. بالاخره ای که ما انسجام نیستیم، ای که ما در بین ما تفرقه هست، اینم بزرگترین مشکل جامعه ما هست. اگر همه این موضوعات از بین بره، بدون شک که او زمان ما می توانیم یک کشور عاری از بدبختی، از جنگ، از نفاق داشته باشه انشاءالله. دقیقا که نسل جوان تنها کسایی هستند، کسایی که قبل از این کار کردن در افغانستان بودن، خب به هر صورتش او گذشت، ولی نسل جوان کسایی هستند که میتونن آینده افغانستان رقم بزنن. اینها میتونن افغانستان به طرف بحران بدتر از این ببرن یا هم میتونن اینا افغانستان آباد بسازن. امیدوار هستم که جوانان ما بی‌انگیزه نباشن، همیشه مثبت فکر کنن و همچنان بعض جوانای ما هست متاسفانه شرایط بد امنیتی و شرایط کنونی افغانستان که می پناهجو میشن، رو به ایتیاد میارن و خیلی بی‌انگیزه هستن. انشاءالله که این موضوعات متوجه باشن، میتونن که دست به دست هم داده و کشور ما رو خود ما آباد بسازیم. خیلی سپاس از اینکه تشریف آوردین در برنامه. یک پیام اخیرم ظرف 30 ثانیه از شما میداشت. بخیر باشین، واقعا خوش بودم از اینکه همراه شما بودم. پیام کوتاهی که به تمام جوانای خود دارم، راه تحصیل را پیشه بکنن. از وقت خود بیشتر به موضوعاتی که بیهوده از ضایع نکنن، مطالعه بکنن و حداقل یک هدفی را در زندگی خود تعیین بکنن و برای رسیدن به او هدف شب و روز تلاش بکنن. بسیار خوب، باز هم تشکر از تشریف آوردید. زنده باشید. از شما هم خیلی سپاس که برنامه رو بیننده هستین. یک وقفه خیلی کوتاه میگیریم، در ادامه مرغان صبح را فراموش نکنید.